رعیب روستایی، یکی از جوانترین کارگردانهای سینمای ایران، به شکل عجیب و غریبی میبرد بالا و یه کارهایی میکرد که باید اصل مطلب رو ما انجام بدیم، باید برسیم به اصل مطلب. با یک رکورد 9 سیمرغ در یک سال. قضیه اصلا کار ساده و آسونی باشه، برای من کار سختیه فیلم سازی. یه فیلم اگه مربوط به فیلم باشه نمیگیرم. ساخت. نه غیر ممکن. آقای سعید روستایی یکی از جوانترین کارگردانهای سینمای ایران، با یک رکورد 9 سیمرغ در یک سال امسال هم یه فیلم در جشنواره داریم. بله آقا. چرا انقدر بی‌سر صدا فیلم میسازی؟ هیچ خبری نمیدی؟ به نظرم فیلم سازی کار خیلی سختیه، برای من حداقل، ممکنه برای بعضی اصلا کار ساده و آسونی باشه، برای من کار سختیه فیلم سازی. بعد هر چیزی که حواسمو پرت کنه یا بخواد انرژیمو بگیره ازش فراریم راستش بخوام. بعد سر همینه که سعی میکنم که فقط کاری رو که باید انجام بدم انجام بدم، کار دیگه انجام ندم. درسته. نگران حاشیه ها میشه. دوست ندارم مجبور شم براش وقت بذارم. درست. میشه کارهای بهتری انجام داد. حاشیه هیچ وقت چیز مفیدی توش نیست به نظرم. باید اصل مطلب رو ما انجام بدیم، باید برسیم به اصل مطلب. حس میکنم خیلی این اتفاق میفته که آدم ها نمیرن سراغ اصل مطلب و وقتی نریم سراغ اصل مطلب عقب میمونیم از قائله. درست. من دوست ندارم عقب بمونم، هرچند خیلی هم هیچ ادعایی هم ندارم که جلو هم یه هر چیز دیگه. درست. فقط دوست ندارم عقب بمونم. درسته. به خصوص این فیلم تازه تو که به لحاظ لوکیشن، قصه و تعداد عوامل پشت صحنه و سیاهی لشکر اینا یه فیلم کاملا متفاوت و سختی بوده. بله، فیلم از مرحله پروانه ساخت دچار مشکل بود، توی تولید هم مشکلات متعددی وجود داشت. بله. چون کار سختی بود، تعدد لوکیشن داشتیم، تقریبا تمامی لوکیشن ها ساخته شد، با هنرورای زیادی سر کار داشتیم، هنرورایی که خب متاسفانه بیمار بودن، اعتیاد داشتن، زود خسته می شدن، شرایط خوبی نداشتن، فضامون یه جاهایی کوچیک بود، تعداد آدم ها باید زیاد می بود، یه جایی هم که فضا بزرگ بود خب با تب تعداد آدم همون خیلی بیشتر می شد. به طور کلی سخت ترین، آسون ترین سکانسش هم سخت بود فیلمه. بله. و خیلی دوست داشتم بدون هیچ حاشیه‌ای بره جلو و به سرانجام برسه، ولی متاسفانه بدون اینکه ما بریم سراغ حاشیه، حاشیه گریبان ما رو میگرفت یه جاهایی. خب جوونیتون کمک نمیکنه که این صحنه‌ها اینقدر سخت و پر بازیگر و اینقدر پر دردسر رو میسازیم؟ یعنی فکر نکردیم بیایم بعدش یه فیلم خیلی خلوت بسازیم با دو تا سه تا شب من کارکتر. به چیز من شبکاری خیلی برام کار سخته، یعنی اینکه به خصوص اگر و سرما رو نمیتونم تحمل کنم، سرما هم نمیتونه من تحمل کنه، ولی زمانی که فیلم احتیاج داشته باشه آدم سکانس رو توی شب می‌نویسه، یعنی وقتی قرار باشه اون اتفاق توی شب بیفته تو شب میفته دیگه. درست. من که نمیتونم چون شب کاری دوست ندارم یا از سرما بیزارم سکانس شب ننویسم، که واقعیت ربطی نداره. بعد ببینیم قصه چه چیزی رو میطلبه و چه امکاناتی رو میخواد برای پیشبرد خودش. وقتی هنرور میخواد هنرور باید بیاری، وقتی ساخت و ساز میخواد باید بسازی، وقتی تعدد لوکیشن میخواد باید باشی، وقتی به جای روزی 10-12 ساعت قرار باشه 18 ساعت کار کنیم باید 18 ساعت کار کنیم. کمکی به شما شد از این نهادهای مختلفی مثل دادگاه مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه دادگاه؟ نه ببینید، واقعیت اینه که فیلم همونطور که میدونید 7-8 ماه، دقیق نمیدونم واقعا 7 ماه 8 ماه چقدر طول کشید پروانه ساختش بیاد، از موقعی هم که گفتن اومد تا برسه دست ما باز 1-2 ماه طول کشید، در صورتی که خیلی اصلا یه هفته ای، دو هفته ای، سه هفته ای، خب کارشون زودتر پیش میره چون مشکلی با فیلم نامشون وجود نداره، وگرنه ریتم ارشاد احتمالاً اصلا بد نیست برای خوندن و مجوز دادن. فیلم نامی ما طوری بود که خب مشکل زیاد داشتن، ایراد زیاد میگرفتن تا به نتیجه برسه و پروانه بدن خیلی طول کشید و نه هیچ ارگانی هیچ جایی به ما هیچ کمکی نکرد و دونه دونه به چیزایی که گرفتیم ازشون رو پولش رو پرداخت کردیم. بله، یعنی چه اسلحه چه ماشین چه چیزای دیگه ای همه اینا پرداخت شد.
دیگه هیچ وقت با موافق تمرین صحبت نکن. چشم. آها. شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید و برنامه‌های متنوع دیدار رو تماشا کنید. مصاحبه‌های متفاوت و اختصاصی با هنرمندان، بازیگران مطرح و بازیگران جوان مستعد. کارنامه سحر دولت‌شاهی پر از نقش‌های کوچک و بزرگی که تحت هدایت بررسی کارنامه هنرمندان و مرور فیلم‌های مهم ایران و جهان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما. یادتون نره برای حمایت از ما کافی صفحه دید آرت رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از تازه‌های ما با خبر بشید. ممنونیم از شما. معمولا فیلم‌ها بعد از اینکه تو جشنواره نشون داده میشن کارگردان بازتابایی میگیره که گاهی یه رتوشای روی فیلمش میکنه. مثلا فیلم شما 140 دقیقه است روی تایم جت. 133 دقیقه با تیتراژ و همه چی. فکر میکنین همینقدر برای نمایش بمونه؟ واقعیتش اینه که ما روزهای آخر قبل از جشنواره، الانم تو مصاحبه مطبوعاتی گفتم، روزهای آخر قبل از جشنواره درگیر مسائلی بودیم که میدونید ما 20 دقیقه فیلم برداریمون تمام شد، یعنی خیلی زمان کم داشتیم برای تدوین، برای صداگذاری، برای میکس و مسترینگ، برای اتالوناژ. خیلی ما زمان کم داشتیم برای چنین فیلمی. واقعیت اینه که یکاش 3-4 ماه زمان داشتیم، ولی خب نمیشد. ما هفته آخر یا روزهای آخر قبل از جشنواره درگیر مسائلی بودیم که نشد من نسخه‌ای رو که دلم میخواد آماده کنم. سر همین بعد از اینکه بالاخره مشکلات سری مشکلات بود اوایل جشنواره که حل شد، بالاخره فیلم ما رو اجازه اکرام بهش دادن، من نشستم برای نزدیک شدم به نسخه که خودم دوست دارم، چون نمیشد کامل انجامش داد. بله. چون آقای دهخانی تشریف برده بودن امریکا قبل از جشنواره، فکر کردن همه چی تمام شده، فکر کردن آقای دهخانی رفته بودن و آقای قاسمی هم از فرط بیخوابی چون چند تا کار داشتن چپای قبل از جشنواره مریض شده بودن صداگذارم. سر همین من این چند روز رو نشستم این کار رو انجام دادم و اون اتفاقی که دوست داشتم افتاد توی ورژن آخر، ولی امروز قرار بود همون نسخه پخش بشه و کلن از امروز به بعد همه جا، ولی متاسفانه نشد. گفتن که برای رجیستر کردن دی سی پی 20%ش مونده بود و برای اون 20% 1 ساعت و خورده زمان لازم بود. بالاخره نشد که بشه برای این اکران این اتفاق بیفته. ان شاءالله از این به بعد ان شاءالله خوب پیش بره. ولی معروفه که شما کارگردانی هستین که اهل نق زدن و قُر زدن و میدونم اینجور چیزا نیستین، یعنی در هر شرایطی کارتون رو میبرین جلو. نق و قُر به چی؟ به هر چه، به شرایط، به وضعیت، میدونم به کمبود. نه به کمبود نه، یعنی توی فیلم اگه مربوط به فیلم باشه نمیگیرم. ساخت نه غیر ممکن. اگه مربوط به فیلم چیزی کم باشه، یعنی ما پیش تولیدمون طولانیه که همه چیز آماده باشه جلوی دوربین، ولی متاسفانه چند روز شد که سر فیلم اومدیم و یه سری چیزها بالاخره آماده نبود و منم پلان نگرفتم تا همه چیز آماده بشه. اگر مربوط به خودم باشه مشکلی وجود نداره، ولی اگه قراره چیزی توی فیلم ثبت بشه که آماده نیست یا هر چیزی، غیر ممکنه. یعنی ابدا این اتفاق نمیفته. ابدا باید همه چیز کامل و درست باشه و قبلش هم تمام اتفاقایی که باید بیفته رو ما سعی می‌کنیم انجام بدیم، تمام چیزایی که باید آماده بشه از پیش رو سعی می‌کنیم آماده کنیم. اینطوری نیستش که چیزی آماده نباشه و ما نگیم. کدوم لحظه فیلمتون الان خیلی دوست دارید؟ زیاده، نمیگم حالا یکی رو که واقعا زیاده. نه نه، یعنی لحظه‌های زیادی شو دوست دارید؟ چند جا رو خیلی دوست دارم. این فیلمو بیشتر دوست دارین یا فیلم ابد و یک روز؟ جفتشو دوست دارم. ابد و یک روز خوب یه کاری کرد با من، با خود من، با سینمای من، با زندگی من. اینم قراره کار مهمتری انجام بده. کلا این فیلم سختری بود، فیلم بزرگتریه و فکر میکنم که امیدوارم فیلم مهمتر و فیلم بهتری بشه. امیدوارم قدم رو به جلوی بوده باشه. تا اینجا فیدبک هایی که گرفتیم خوب بود. ولی انتظار اون استقبال از ابد و یک روز هیچ وقت نداشتی؟ ببینید، من یه سری اتفاقاتی شبیه به اتفاق ابد و یک روز برای فیلم کوتاه افتاده بود تو جشنواره‌های مختلف، ولی توی چیز پیش بینی نمی‌کردیم. مثلا هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد. فکر نکردی یه فیلم کمدی هم بسازی؟ چرا؟ قصه دارم. فیلم اول اولت مثل یه کمی طنز بود. نه فیلم اول اولم فیلم کوتاه رگه هایی از طنز توش بود، ولی به هیچ وجه کمدی نبود. ولی یه قصه کمدی دارم. بله که بعد برای سومین فیلم می‌خوای بسازی؟ نه برای سومین نه. ببینید، سه چیز رو به نظرم نمیشه از هم جدا کرد، یعنی هیچ چیز رو نمیشه تو صحنه سینما از هم جدا کرد.
ولی سه چیز خیلی به هم وابستن، به شدت به هم وابستن: کارگردانی، فیلمبرداری و صحنه. یعنی هر ستای اینا خیلی تحت تاثیر همن و به هیچ وجه نمیشه از هم جداشون کرد. محسن نصراللهی طراح صحنه ابدی روز که کل باز همون لوکیشن های محدود ابدی روز رو هم که ببینید همه رو ساخته بود. محسن نصراللهی خوبیش اینه که خیلی زود با هم به نتیجه میرسیم. یعنی وقتی سکانس رو میخونه با یه سری توضیحات مختصر خیلی زود میرسه به چیزی که من چون میدونه که من چه چیزی ازش میخوام. این خیلی خوبه. هومن بهمنش هم همینطوری شد. یعنی از یک جایی به بعد، بعد چند روز فیلم برداری، خیلی متوجه شد که دقیقا من چه چیزی میخوام. زود به نتیجه میرسیدیم. ما با فیلم برداری علاوه بر چیزی که تعیین کردیم از پیش در رابطه با نور، با قاب، با حرکت دوربین و همه اینها، میزانسن طوری میشد که فیلمبردار باید یک هو خارج از چیزی از پیش تعیین، خارج از میزانسن از پیش تعیین شده، به طور مستند یه سری تصاویر رو ثبت میکرد و هومن به منش خیلی خوب این کار رو بلد بود. حالا عکسایی هست از هومن در حالتهای مختلف که نمیدونم دوربینه معلق زده. آره دوربینو به شکل عجیب و غریبی میبرد بالا و یه کارهایی میکرد که خب کار آسونی نبود، کار سختی بود. از اون طرف هم کیفیت کاری که انجام میداد خیلی خوب بود. احمد کاووسی دستیار یک هومن که زحمت فوکوس رو میکشید، اون هم خیلی بداهه درخشان کار میکرد. یعنی همه چی فوکوس بود با احمد کاووسی، باید تا عمق میدان خیلی کم بود. به هر حال این یه معرفه است راجع به فیلمتون. انشالله موقع نمایشش حتما میشه مفصل در مجله فیلم صحبت کنیم. کارتون خواب مهمه، حواستون رو جمع کنید. کارتون خواب مهمه چون باید ببینیم جنسشون از کی میگیرن. هر کی رو که لو میدن با گزارش های مردمی تطبیق میدیم. اولا میریم سراغ اونایی که اعتراف و زنگخورشون بیشتر از بقیه بوده. اگر حرفی نیست بسم الله. تو قرفه مجله فیلم هستیم، میخواستم یه نکته ای راجع به مجله بگین. اگر خواننده مجله فیلم آره. بودین از چه زمانی؟ از زمانی که 250 تومن بود آقا ما هون نرسیم. مگه شما چند سالتون آقای سایی؟ من متولد 68 هم دیگه، میدونم میشه 29 سالم الان. خب وقتی شما به دنیا اومدین چند سال از انتشار مجله میگذشت؟ بله آره، مجله فیلمو که خب همه ماها، همه هم نسلای ما توی من از هنرستان سینما خوندم دیگه، از 15 سالگی سینما خوندم. از زمان هنرستان مجله فیلم میگرفتیم و یکی دو تا روزنامه مجله دیگه. خب ولی چیز بود دیگه، حرف آخر رو برامون مجله فیلم میزد. همیشه پیگیر بودیم، میخوندیم، چه تو هنرستان چه تو دانشگاه. همه بچه‌ها همینطور بودیم، همه دانشجو. الانم که با افتخار در خدمت شما هستم. زنده باشید. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.